به نام نامی حق تعالی، سلام و عرض ادب. من مصطفی مرشدی هستم، دکترای کسب و کار و با آموزش تحول دیجیتال در مجموعه فرادرس در خدمتتون هستم. برای ورود به مباحث تحول دیجیتال هم میتوان از منظر فرصت صحبت کرد، هم از منظر تهدید. معمولا همه درس‌ها و دوره‌های تحول از منظر تهدید شروع میشه که بحث اختلال یا برهم زنندگی یا به انگلیسی disruption در کسب و کار هست، که البته ما منظر فرصت رو هم در فصل دوم راجع به صحبت میکنیم. اما در اینجا باید بگیم که ممکنه در کسب و کارهای بی تو سی، یعنی جاهایی که شرکت‌ها و سازمان‌ها دارن به افراد میفروشن محصولات و خدماتشون رو، ما با اختلال گسترده تری مواجه هستیم، ولی ممکنه در یک سری صنایع بی تو بی که شرکت‌ها و سازمان‌ها به سازمان‌های دیگه می‌فروشن، هنوز یک سری از تکنولوژی‌های تحول دیجیتال برای ما در نقش فرصت ظاهر بشه، که البته هر آنچه که زمان می‌گذره و ما به جلو می‌ریم، این فرصت‌ها تبدیل به تهدید میشه اگر ما اقدام مناسبی براشون اتخاذ نکنیم. اما اختلال چیه؟ اختلال زمانی اتفاق میفته که ما در بازاری به عنوان یک کسب و کار حاکم هستیم و یک کسب و کار تازه وارد بازار میشه و ما رو به چالش میکشه. نکته ای که میخوام در این تعریف بگم این هست که کسب و کار تازه اینجا لزوما منظورمون استارتاپ نیستش، کسب و کار نوپا نیست. ممکنه یکی از رقبای سنتی ما یا کسانی که در بازار در زنجیره ارزش و تأمین ما وجود دارند با یک سازماندهی جدید، با یک برند جدید وارد بازار بشوند. پس بنابراین یک کسب و کاری میاد و این کسب و کار دو تا ویژگی داره. یکی اینکه ارزش بسیار بزرگتری رو به بازار ارائه میده که ما در حال حاضر این ارزش رو ارائه نمیدیم. و نکته بعد اینکه کسب و کارهای حاکم که ما در اون جایگاه فعلا خودمون رو میبینیم، قادر با رقابت با اون به طور مستقیم نیستیم. برای مثال اسنپ رو که در کشور ما اتفاق افتاد میتونیم در این زمره ما بررسی کنیم. اسنپ وقتی اومد ارزش بسیار بزرگتری رو داد که این بود قابلیت این که شما در هر زمان و هر مکانی بتوانید ماشین یا تاکسی بگیرید، کرایه کنید، که این ارزش بسیار بزرگ رو آژانس‌های محلی که رقباشون بودن نمیتوانستن ارائه بدن، چرا که آژانس‌های محلی نمیتوانن در هر نقطه‌ای خارج از اون محل سرویس دهی برای شما راننده بفرستن. البته ارزش های دیگری بود، مثلا در ابتدا قیمت بسیار پایین بود که ما ارزش ها رو راجبی صحبت میکنیم که ارزش ها چه ارزش های متفاوتی میتونه باشه. اما نکته دوم این بود که کسب و کار حاکم که همون آژانس های محلی بودن، در مثال اسنپ، نمیتونستن باشون رقابت کنن چون انقدری ماشین نداشتن که در هر نقطه ای برای شما ماشین بفرستن. پس با این دوتا شرط اختلال اتفاق میفته. اگر بخوایم دقیق تر به پدیده اختلال نگاه کنیم، به این شکل هست که یک سری کسب و کار حاکم وجود دارن در بازار که اینها معمولا قدیمی اند، قدرت برند دارن، قدرت بازاریابی دارن، کارکنان زیادی دارند، زیرساخت دارن و فرهنگ سازمانیشون شکل گرفته و اتفاقا سوده هم هستند به لحاظ ترازهای مالی، و به خاطر همین زیرساختا و ابعادی که دارن معمولا کند حرکت میکنن. در ادبیات مدیریت استراتژیک به سازمانهایی که این شکلی هم میگن فیل، که تا کتابهایی رو داریم در رابطه با اینکه چطور فیل رو برقصونیم. در واقع تشبیه داره میکنه به همین که چطور ما یک سازمان قدیمی که کسب و کار حاکم هست، به انگلیسی بهش میگن لگسی، این رو چطور بتونیم چابک کنیم. اما در سمت دیگه ما تازه واردا رو داریم که اینها به تکنولوژی های جدید ارزان دسترسی دارن و از یک سمت دیگه زیرساختاشون هم ارزان هست و قابل اجاره. ما در فصول بعدی راجع به تکنولوژی مثل اب صحبت میکنیم و خواهیم گفت که یک کسب و کار تازه وارد، حالا چه استارتاپ باشه چه در داخل یک سازمان، میتونه با هزینه خیلی کمتری نسبت به گذشته بتونه زیرساختاش رو فراهم کنه. و همین تفکری که شما بتوانید زیرساختاتون رو سریعا فراهم کنید و همینطور در برنامه‌ریزی و اجرا هم چابک باشید، باعث شده که سازمان‌های جدید از مراحل ایده و برنامه‌ریزی تا وارد کردن و عرضه محصول به بازار معمولا سرعت بالایی دارن. متدهای چابک، مدل‌های چابک و اجایل
اینجا رشد و توسعه پیدا کردن. بیایم نگاهی کنیم به بحث علمی اختلال. اولین بار نظریه اختلال توسط آقای کریستنسن در سال 1995 مطرح شد در کتاب معمای نوآور و ایشون البته اون زمان بازارهای بی تو بی رو مورد مطالعه قرار داد، یعنی بازارهای صنعتی رو دید. به این شکل دید که یک تولید کننده مثلا در بازار وجود داره که محصول با کیفیت و گران میده و یک کسب و کار جدیدی میاد داخل بازار که محصولش اتفاقا کم کیفیت هست و ارزانه و به کسانی میفروشه که در بازار اون فعلا وجود ندارند، یعنی به کسانی میفروشه که توان مالی ندارند که محصول گران اون تولید کننده حاکم رو بخرن. اما این تازه واردا در گذر زمان میان و عمل کرده محصولشون رو بهبود و توسعه میدن و همچنان اون فرهنگ قیمت کم رو نگه میدارن و بر نوآوری متمرکز میشن. اتفاقی که برای این بازار در حالت سنتی میفته که این هنوز قبل از عصر دیجیتال هست اینه که در گذر زمان همچنان محصول به کیفیت بالایی میرسه، به عملکرد بهتری میرسه، در اون نوآوری‌های خاصی دیده شده و اون کسب و کار حاکم از بازار حذف خواهد شد. اما در عصر دیجیتال و در این درس ما می‌خوایم ببینیم که چه اتفاقی دقیقاً در یک کسب و کار و بازار می‌افته که ممکنه ما دچار اختلال و دیسراپشن بشیم. برای این کار ابتداً به بوم مدل کسب و کار با عنوان یک نمونه میپردازیم. این شکلی که شما الان میبینید با عنوان مدل کسب و کار که بوم مدل کسب و کار هست، یک ابزار کاملا مصطلح و مشهوری هست در دنیا برای کشیدن مدل کسب و کار که اتفاقا مدل‌های جدیدتری هم در عصر دیجیتال نیاز داریم، ولی ما فعلا با این مبحث اختلال رو توضیح خواهیم داد. ببینید در قلب این مدل، در قلب این بوم، ارزش پیشنهادی گفته شده و سه تا خانه سمت راست داریم که اینها مربوط به بخش مشتریان هست، یعنی سگمنت های مشتری، ارتباط با مشتری و کانال های توزیع، و سه تا خونه در سمت چپ داریم که بحث فعالیت های اصلی، منابع اصلی و شرکای کلیدی است، و دو تا خونه پایین داریم که جریان درآمد و ساختار هزینه ها را نشون میده. مجموعاً در بوم کسب و کار برای ساده سازی شما فرض کنین که ما دو قسمت داریم. این قسمت که دورش خط قرمز کشیدیم رو بهش میگیم ارزش پیشنهادی و 8 تا خونه بقیه رو بهش میگیم شبکه ارزش. این رو هم باید خدمتتون بگم که خود بوم مدل کسب و کار ترسیم و نوشتنش دوره‌های خاصی رو داره که اگر علاقه داشته باشید میتونید اونها رو ببینید و مطالعه کنید. اما ما برای اینکه فعلا در درس اختلال جلو بریم به همین میزان بسنده میکنیم. پس گفتیم این قسمت مرکز رو ارزش پیشنهادی و 8 تا خونه دیگر رو بهش میگیم شبکه ارائه ارزش. اما یک مدل کسب و کار برهم زننده ویژگی هایی رو داره. برای مثال در ارزش پیشنهادی یکی یا چند تا از این موارد رو ممکنه که کسب و کار تازه، کسی که اومده کسب و کارهای حاکم رو به چالش کشیده، ارائه بده. برای مثال قیمت. خب قیمت یکی از اجزایی است که همه افراد بهش حساسن. در مثال اسنپ هم گفتیم که ابتدا قیمت رو در کنار سایر ارزش پیشنهادیشون داشتند. پیشنهاد دیگه که در عصر دیجیتال در واقع به وجود اومده و قبلش وجود نداشت به نحوی، پیشنهاد رایگان یا فریمیوم هست. به این شکل که شما سرویس رو یا محصول رو تا حدی میتوانید رایگان استفاده کنید و از یک جایی به بعد برای ویژگی ها و امکانات بیشتر باید پول رو بپردازید که خب خیلی در مدل های جدید شما میتونید این رو ببینید. ارزش پیشنهادی متفاوت دیگه میتواند دسترسی باشد. باز در مثال اسنپ این رو دیدیم که ما میتوانیم در هر نقطه جغرافیایی دسترسی داشته باشیم به اجاره خدمات کرایه خود رو. مورد دیگه میتونه سادگی باشه. برای مثال ارزش پیشنهادی اپل زمانی که با نوکیا در سال 2008-09 مشغول نبرد بودن، یکی از ارزش‌های پیشنهادی که نوکیا دیسراپت شد و بین رفت در بازار سادگی محصولات اپل بود. آیتم دیگه ارزش پیشنهادی قابلیت‌های
شخصی سازیست به این معنی که محصول رو شما یا خدمت رو بتوانید برای خودتون شخصی سازی کنید و نهایتاً انباشت و تجمیع. انباشت به معنی کوبرند کردن و اینکه شما چند محصول رو بتونید از یک جا خریداری کنید و تجمیع به معنای اینکه برای مثال شما در این گوشی‌های هوشمندی که الان دستمون هست تجمیع اتفاق افتاده، چندین وسیله درش وجود داره، برای مثال جی پی اس وجود داره، چراغ قوه وجود داره، تقویم وجود داره و خیلی چیزهای دیگه که اینجا وجود داره و اینها جز پیشنهاد ارزش بوده. اما این پیشنهاد ارزش در قلب مدل کسب و کار بود. ما در اون 8 خونه دیگه هم که بهش میگیم شبکه ارزش می توانیم مزیت‌ها و قابلیت‌هایی داشته باشیم که کسب و کارها رو مختل کنیم. برای مثال مشتریان یکی از اون دارایی‌های شبکه ارزش هستند که در زمان اختلال می شود از اونها استفاده کرد. باز در مثال شرکت اپل که فروشگاه موسیقی آیتیونزش رو راه اندازی کرد و بعد گوشی‌های آیفون رو فروخت، میشه گفتش که این شبکه ارزش کار کرد. یکی دیگه از بحث‌ها کانال‌های فروش هست که شرکت‌هایی که کانال‌های فروش دارند هم می‌توانن شبکه ارزش قوی‌تری داشته باشن برای اینکه عامل اختلال و برهم زنندگی بشوند. آیتم بعدی شرکا هستن، شرکای کلیدی که ما باهاشون کار می‌کنیم. آیتم بعدی مدل درآمدی و ساختار هزینه است. من در چند اسلاید آینده یکی دو تا مثال خدمتتون میارم که می‌بینیم اونجا وقتی که ساختار هزینه، برای مثال شرکت Airbnb که الان در دنیا خدمات اسکان رو میده، در مقایسه با گروه هتل‌های اینترکانتیننتال ساختار هزینه سبکتری داره. یعنی شرکت هتل‌های اینترکانتیننتال کلی سالیانه باید هزینه نگهداری و تعمیرات هتل‌ها رو بدن که Airbnb خب این رو نداره و درآمد خیلی زیادی میتونه کسب کنه از این مسیر. و همین عاملی میشه که سایر هتل‌ها نمیتوانن با Airbnb رقابت کنن. بحث برند و اعتمادی که یک سازمان در گذر زمان ایجاد کرده نیز یکی از عواملی است که میتونه مزیت باشه و نهایتاً فرایندها و مهارت‌های سازمانی. خیلی وقت‌ها وقتی یک عامل اختلال پیدا میشه، کسب و کار قدیمی میاد شروع کنه به کپی کردن فرایندها و مهارت‌های اون سازمان، غافل از این که اون شرکت برهم زننده، اون دیسراپتور، سالها روی بهینه‌سازی فرایندهاش کار کرده و این به راحتی میسر نخواهد بود. نظریه اختلال در سال 1995 توسط آقای کریستنسن مطرح شد و 25 سال بعد، یعنی در سال 2020، مجله هاروارد بیزنس ریویو یک مقاله ای رو ارائه داد مبنی بر اینکه اختلال در عصر دیجیتال چه تفاوت‌هایی کرد. نکته ای که وجود داره این که نظر آقای کریستنسن مبتنی بر این بود که پیشنهاد ارزش مبتنی بر قیمت ارزان‌تر یا دسترسی هست برای کسانی که به اون محصولات گران دسترسی نداشتن و معمولاً از شبکه ارزشی هست که مبتنی بر مشتریان جدید هست. یعنی مشتریان قدیمی همچنان به اون محصول قبلی وفادارن. اما در عصر دیجیتال ما می‌بینیم که یک مدل‌های کسب و کار جدیدی داره شکل می‌گیره که اینها رو عموماً بهشون میگیم D2C، Direct Customer، یعنی مستقیماً عرضه میشه به مشتری. مدل‌های D2C چند ویژگی دارن. برای مثال اولین بحث این هست که به جای اینکه مشابه شرکت‌های سنتی همه محصولات و خدمات رو توسط دارایی‌هایی که در مالکیت خودشون هست ارائه بدن، معمولاً این دارایی‌ها در شبکه وجود داره. به لطف مدل کسب و کار پلتفرمی امروزه ما شاهد این هستیم که دارایی‌های شرکت‌های بزرگ در شبکه‌ای از افراد و همکاران اون شرکت‌ها وجود داره. برای مثال اوبر یا اسنپ بزرگترین شرکت تاکسی رانی دنیاست. حتی اوبر بزرگترین شرکت تاکسی رانی دنیاست، اسنپ تو ایران، که خودشون یک دونه خودرو رو تحت مالکیت ندارن. یا شرکت Airbnb که خدمات هتلینگ رو میده، یک دونه ملک در سرتاسر دنیا نداره. پس اینها به قدرت پلتفرم ها و تکنولوژی های دیجیتال هست که الان وجود داره و مدل های کسب و کار دیتوسی. آیتم دیگه بحث هم‌آفرینی یا کوکریشن هست با مشتری. خب ما می‌بینیم که تکنولوژی‌های دیجیتال این امکان رو فراهم می‌کنه که ما بتوانیم واسطه‌ها رو حذف کنیم.
همین حذف کردن واسطه ها این امکان رو به شما میده که با مشتری به طور مستقیم در تماس باشید و تجربه مشتری رو سریعتر و آسانتر بتونید به دست بیارید. خب اگر اهل نوآوری باشید و توسعه محصول و توسعه خدمات، با این تجربیات و با این آزمودن ها که باید جزوی از فرهنگ دیجیتال سازمان باشه، شما میتوانید با مشتری هم‌آفرینی انجام بدید. آیتم سوم، بحث مبتنی بر موبایل. امروزه هوشی های هوشمند خیلی فراگیر شدن و شرکت هایی که مدل دی تو سی رو دارن به طور 24 ساعته و دو طرفه، یعنی هم مشتری به شرکت دسترسی داره به خدمات و محصولات و به همین شکل برعکس شرکت به مشتریان دسترسی داره. و خب اینجا میتونن تجربه خوبی رو برای مشتری شکل بدن به لحاظ دسترسی یا ارزش های دیگری که مطرح میشه. و نهایتاً بحث این هست که استارتاپ های دی تو سی برخلاف شرکت های قدیمی که کل زنجیره تامین یا ارزش رو میرفتند و به نحوی میساختند، توی سرمایه گذاری میکردن، این کار رو انجام نمیدن. این کار رو میسپارن به شرکت های مشابه خودشون که در اون زنجیره ارزش و اون اکوسیستم به صورت دیجیتال دارن کار میکنند و با روش هایی که استحکاک خیلی کمی داره، مثل API، مثل SDK. با این روش ها به جای اون مذاکراتی که در گذشته در شرکت های سنتی سالها و ماها مذاکره میکردن برای اینکه یک مشارکتی در کار انجام بدن، الان در تکنولوژی های دیجیتال به راحتی شما با API این کار رو انجام میدید. بنابراین با یک اکوسیستم سبک در تماس خواهم بود که این به شدت میزان استحقاقشون رو کم میکنه. اما بریم دو نمونه از بحث اختلال رو در دنیای واقعی بررسی کنیم. مهمترین کیس و کلاسیک ترین کیس بحث مختل شدن نوکیا توسط آیفون بود که در سال 2007 تا 2009 اتفاق افتاد. اما بیایم از منظر بحث هایی که کردیم این رو بررسی کنیم. ببینیم که اپل چه پیشنهاد متفاوتی نسبت به نوکیا در بازار ارائه داد. و یک آمار جدیدی مطرح شده که در کل تاریخ از زمانی که گوشی های موبایل ایجاد شدن، جالبی که به لحاظ تعداد فروش همچنان رکورد دست شرکت نوکیا هست. البته مبلغش خیر، ولی تعداد همچنان نوکیا سردمدار است. ولی ببینیم که چه اتفاقی اون تایم افتاد که نوکیا به عنوان یک کسب و کار حاکم که سردمدار بحث گوشی های موبایل بود به این شکل دیسرابت شد و به این رفت. و حتی امروز هم میبینیم که بعد از بیش از 10 سال همچنان اسمی از نوکیا دیگه تو بازار نیستش. پیشنهاد متفاوت اپل یکی بحث طراحی محصول بود. خب میدونیم که تا موقع گوشی ها همه کیپدی بود، تدازی دکمه داشت. اپل اومد اینو خیلی ساده کرد، یه دکمه در وسط داشت و یک صفحه تاچ اسکرین بزرگ و زیبا. و سمت دیگه هم خود محصول ساده بود، هم کار کردن باهاش ساده بود، یعنی خود سیستم عامل iOS هم بسیار ساده طراحی شده. از سمت دیگه PDA ها هم مطرح بود، یعنی پرسونال اسیستنت ها هم مطرح بودن و هر کدوم از این آیتم ها معمولا یک دیوایس یا وسیله برای خودشون داشتن. مثلا موسیقی، برای موسیقی گوش دادن شما باید یک وسیله می داشتید، گوشی همینطور، دستیارهای شخصی، ایمیل و سرویس های از این دست، که اپل اومد اینها رو همه رو تجبیه کرد و نهایتا اپ ها. قبل از اون خیلی اپ های مختلف متداول نبود. از سمت دیگه اما یک شبکه ارزش متفاوت هم اپل به نسبت نوکیا داشت. یکی بحث قابلیت های طراحی بود. اپل چون قبلا کامپیوترهای رومیزی یا PC طراحی کرده بود، این قابلیت رو در داخل مجموعش داشت. از سمت دیگه در آمریکای شمالی با اپراتور AT&T تونست یک مشارکت خوبی رو ایجاد کنه، مبنی بر اینکه روی گوشی های اپل که قیمت بالایی هم داشتن به نسبت نوکیا در بعد به ورود به بازار، یک سوبسیدی رو داشته باشه که قیمت‌ها بیاد پایین‌تر و قسطی بتونه گوشی‌ها رو بفروشه. از سمت دیگه ترافیک رایگانی رو توانست روی گوشی اپل بده مجموعه AT&T. و باز خاطرمون باید باشه که اون تایم سال 2007 و 8 اینترنت 3G و 4G خیلی مطرح نبود و کارکرد گوشی‌های موبایل در حد تماس و SMS بود و حتی MMS هم مثلا ممکن بود که وجود داشت. خب این ترافیک رایگان به همراه این سوبسید و اینجا با این اپ ها توانست یک ارزش خیلی بزرگتر رو فراهم بیاره برای اپل نسبت نوکیا. از سمت دیگه اپل تجربه طراحی سیستم عامل iOS رو داشت، نوکیا این تجربه رو
نداشت، به خاطر اینکه گوشی های موبایل در اون تایم داشتن تبدیل میشدن به یک وسیله پردازش یا وسیله کامپیوتینگ، و خب اونجا تجربه طراحی سیستم عامل خیلی به درد میخورد. میدونی که نوکیا سیستم عامل سیمبیان رو داشت که خیلی در توسعهش موفق نبود. از سمت دیگه شبکه ارزشی که اپل قبلا سال 2003 روش کار کرده بود، مجموعه موسیقی آیتیونز بود که وقتی که با این پیشنهاد ارزشش با هم دیگه ترکیب شدن، حالا صنعت موسیقی هم اومد پشت گوشی‌های اپل و تونستن ارزش زیاد رو خلق کنن. و نهایتاً تیر خلاصی که به نحوی میشه گفتش که اپل به نوکیا زد، میشه گفت تا قبل از این آیتم آخر دیسراپشن نوکیا کامل اتفاق نیفتاده بود، با آیتم آخر که بحث اپ بود و اینجا باز مشابه مدل کسب و کار پلتفرمی، اپل باز کرد پلتفرم اپ استورش رو و اجازه داد که توسعه دهنده های اپ بیان و اپ های مختلف رو روی اپل توسعه بدن. این بحث توسعه دهندگان که اپ های زیادی رو فراهم کردن به همراه ترافیک رایگان، تونست قابلیت های خیلی زیادی رو فراهم کنه که به مراتب گوشی اپل دیگه با نوکیا متفاوت بود و دیسراپشن اینجا اتفاق افتاد. اما کیس دیگری که در کشور خودمون تجربهش کردیم، بحث دیسراپ شدن آژانس‌های تاکسی توسط اسنپ بود. ببینیم که چه ارزش متفاوتی رو اسنپ ارائه داد. ابتدا برای مشتریان بحث قیمت ارزان‌تر فراهم کرد. قبل از اینکه اجازه بدیم یک نکته رو باید بگم. ببینید در کسب و کارهایی مثل اسنپ که پلتفرم هست و چند وجهی هست، اصطلاحاً بهش میگن مولتی سایدد، باید برای هر سمت پلتفرم یک ارزشی رو بتوانیم ایجاد کنیم. توی کیس اسنپ قیمت رو هم برای مشتریان، کسانی که ماشین میگرفتن اسنپ فراهم کرد، هم برای راننده ها، یعنی کمیسیونی کمتری گرفت، در واقع حتی قیمت بیشتری به راننده ها پرداخت کرد. بحث دیگه دسترسی بود که خب این برای کاربران مهم بود، همینطور دسترسی نمودش برای راننده ها استقلال کاری بود، یعنی اینها دسترسی داشتن که هر تایمی از شبانه روز در هر نقطه جغرافیایی کار کنن، و نهایتاً برای طرفین در گذر زمان تونستن اعتماد و امنیت رو ایجاد بکنن. اینها پیشنهاد ارزش متفاوتی بود که اسنپ علاوه بر آنچه که آژانس‌های رای می‌دادن ارائه داد. اما شبکه ارزشش چی بود؟ شکل بود که رانندگان زیادی رو اسنپ تونست جذب کنه. هنوز هم این اتفاق توی خیابون‌ها ما داریم می‌بینیم که افراد ایستادن و برای جلب راننده ها دارن تلاش میکنن. بر صورت اسنپ در ابتدا تلاش خیلی زیادی رو کرد برای اینکه شبکه رانندگانشون رو تکمیل کنه. از سمت دیگه شبکه مشتریان رو تقویت کرد. ما در بحث پلتفرم یک اثری داریم به نام اثر شبکه غیر مستقیم که وقتی تعداد راننده ها زیاد میشه، از اون طرف مشتریان هم زیاد میشن. ولی اگه خاطرتون باشه پروموشن های زیادی رو اسنپ گذاشته بود برای اینکه شما نفرات رو به پلتفرم بیاری و سفر رایگان بگی. از سمت دیگه مدل درآمدی که باز اسنپ داشت، به خاطر اینکه هزینه های حداقل اجاره جا یا محل رو نداشت، کمیسیون ها رو خیلی آورد پایین در ابتدا و مدل درآمدیش رو تقویت کرد که با آژانس ها متفاوت بود. و نهایتا فرایند هایی که تونست استفاده کنه برای اینکه مسافر رو به سفیر مرتبط کنه، اینها فرایند های پیچیده بود که در گذر زمان به بلوغ رسید. شرایطی رو تصور کنید که ما می‌خوایم عامل اختلال رو بررسی کنیم. سوال اینجاست که ما چه فاکتورهایی رو در دیسراپشن باید مد نظر قرار بدیم. آیتم اول خط سیر مشتری است. ما دو مدل خط سیر داریم. خط سیر خارج به داخل و داخل به خارج. خارج به داخل حالتی است که عامل اختلال با مشتریانی به بازار ورود پیدا می‌کنه که جزء مشتریان فعلی شما نیستش، در واقع از کاستومر بیس شما ورود نمی‌کنه. خب شما اینجا ممکنه احساس خطر کمتری بکنید، ولی بعداً توسعه پیدا می‌کنه و به مشتریان فعلی شما هم دسترسی پیدا خواهد کرد. اما حالت دیگر که بسیار خطرناک‌تر هست، بحث داخل به خارج است. یعنی دیسراپتور با مشتریان فعلی شما شروع می‌کنه به اونها محصولات و خدماتش رو می‌فروشه و بعد بازارش رو توسعه می‌ده. مورد دوم بحث سایر کسب و کارهای حاکم است. یک جمله معروفی هست که میگه دشمن دشمن من دوست منه. ممکنه سایر کسب و کارهایی
که از دیسراپتور دارن ضرر میبینن عواملی باشن که شما بتوانید در استراتژی های توسعه بعدیتون از اونها استفاده کنید که من در اسلاید های بعدی یک نمونه رو خدمتتون ارائه خواهم داد. و آیتم سوم دامنه اختلال هست. عامل اختلال آیا داره به یک نیچ مارکت یا یک ویژگی خاصی از محصول شما حمله میکنه یا به کل دامنه محصول شما حمله میکنه، به کل بازار شما حمله میکنه. برای ما دامنه اختلال رو میتونیم یک طیفی ببینیم از مشتریان جزئی تا مشتریان کلی. وقتی این تحلیل رو انجام دادید و نتایجش رو روی کاغذ نوشتید، میریم و وارد آزمون دو مرحله‌ای اختلال میشویم. آزمون به این شکل هست که یک سمت کسب و کار حاکم هست، یک سمت شرکت تازه وارد هست و میانه مشتری وجود داره. حالا پیشنهاد ارزش خودتون رو هر کدوم از اینها ممکنه شما این نقش رو داشته باشید. می‌نویسید و تمایز شما در ارائه پیشنهاد ارزش به نسبت رقیبتون. همینطور برای شبکه ارزش. اجازه بدید ما در این آزمون تصور کنیم که کسب و کار حاکم هستیم و داریم مختل میشیم توسط یک عامل دیسراپتور. بنابراین شبکه ارزشمون رو می‌نویسیم، تمایز شبکه ارزش خودمون رو با اون عامل دیسراپتور یادداشت می‌کنیم و همینطور پیشنهاد ارزش رو. و اونجا دو تا سوال از خودمون باید بپرسیم. سوال اول، در زمینه شبکه ارزش آیا مانعی برای تقلید وجود دارد یا خیر؟ آیا ما می توانیم عیناً شبکه ارزش که با مال ما تمایز داره رو پیاده سازی بکنیم یا خیر؟ و سوال دوم، آیا ارزشی که دیسراپتور داره ارائه میده، عامل اختلال داره ارائه میده، به شدت برهم زننده هست یا خیر؟ اگر پاسخ شما به هر دو تا سوال مثبت باشه، ما دچار اختلال شدیم، یعنی ما به عنوان کسب و کار حاکم داریم مختل میشیم و باید یکی از شش استراتژی که در اسلاید بعد میگم رو استفاده کنیم برای مواجهه. اما اگر یکی از این دوتا سوال جوابش منفی هست، شما با یک رقیب سنتی طرف هستید ولی شکل و شمایل دیجیتال داره، بنابراین با متدهای رقابت عصر سنتی میتونیم باهاش مواجهیم. اما فرض کنیم که آزمون دو بخشی ما هر دو تا جواب مثبت هست و ما با یک عامل اختلال طرفیم. چگونه پاسخ بدهیم؟ یکی از این شش استراتژی که در این اسلاید باهاتون مطرح میکنم رو میتونید انجام بدید. عامل اول خرید هست. شما میتوانید برید در زمانی که عامل اختلال کوچک هست اون رو بخرید. مثالهای زیادی وجود داره در دنیا بابت خرید. برای مثال گوگل مپ میاد ویز رو میخره. نکته ای که راجع به استراتژی خرید باید بهتون بگم، اگر شما یک شرکت دیسراپتور رو خریدید، به هیچ عنوان این کارهایی که میگم رو نباید باش انجام بدید. یک، نباید اسمش رو عوض کنید و اسم خودتون رو روش بذارید. باز الان مثال میذارم براتون. نکته ای که وجود داره، اگر شما استارتاپی خریدید پس اسمش رو عوض نمی کنید، منحلش نمی کنید. چرا که اگر منحلش کنید به این معنی است که جای خالی در بازار ایجاد خواهد شد و دوباره یک استارتاپ یا شرکتی میاد و اون جای خالی رو پر میکنه و شما مجبور میشید پول رو دوباره خرج کنید که اون استارتاپ جدید رو بخرید و میذارید که اون شرکت به کارش ادامه بده. ممکنه توسعه محصول رو محدود کنید. اگر شما موفق نشدید استارتاپ یا شرکت رو بخرید، میرید سراغ استراتژی دوم که بحث راه اندازی است. می توانید تا دیر نشده یک استارتاپ، یک شرکت مشابه اون راه اندازی کنید. استراتژی سوم تقسیم بازار هست. اینجا جایی هست که ما از اون تحلیل سایر کسب و کارهای حاکم باید استفاده کنیم. مثال خیلی واضح این کار اندروید هست. گوگل سالها قبل از اینکه در سال 2005 بود، شرکت اندروید رو خرید. سال 2008 که رقابت اپل و نوکیا و دیسراپت شدن نوکیا اتفاق افتاد، گوگل دید که از بازار جا مونده. اومد تحلیل کرد که چه شرکت‌های دیگری مشابه خودش تحت تأثیر قرار گرفتن از اپل و دید که
تعدادی از تولید کننده های سخت افزار گوشی تلفن همراه در این بازار وجود دارند، مشابه سامسونگ، هواوی، HTC و موتورولا و سایر تولید کننده ها. بنابراین اومد استراتژی تقسیم بازار رو استفاده کرد به این شکل که در اون گروهی که شکل گرفت، گوگل مسئول این شد که سیستم عامل رو تهیه کنه و بقیه سخت افزار رو، و خب یک سری توافقات مالی هم بینشون شکل گرفت. بنابراین در تقسیم بازار مهم هست که ما بدانیم چه کسب و کارهای دیگری تحت تاثیر دیسراپتور قرار میگیرند. اگر این استراتژی وجود نداشت، تقریبا میشه گفت که ما امروز همه گوشی هم بعد iOS میود و گوشی های اندرویدی وجود نداشت. سه استراتژی که تا اینجا گفتیم استراتژی های تهاجمی است، یعنی شما حمله میکنید به بازار و دیسراپتر. در مقابل سه استراتژی داریم که اینها تدافعی است و شما میرید بلاک دفاعی و باید دفاع کنید. یکی از اونها تمرکز مجدده، به این معنی که برای مثال وقتی که اسنپ اومد و آژانس های محلی رو دیسراپت کرد، همچنان آژانس های محلی میتونن برای یک سری از مشتری خاصشون یک سری سرویس های خاص رو که مورد اعتماد هست بدن، مثلا سرویس های مدرسه یا سرویس برای افراد سالمندی که نمیتوانند از اسنپ استفاده کنند. بنابراین تمرکز مجدد کمک میکنه که شما یک بخش محدودتری از بازارتون رو داشته باشید و از بین نرید. آیتم بعدی بحث متنوع سازیه، این که شما قابلیت هایی رو دارید و حالا این قابلیت ها رو میبرید در صنایع دیگر، دیگه در اون صنعت باقی نمیمونید، ممکنه صنایع دیگری رو مورد هدف قرار بدید. و نهایتا استراتژی آخر خروج از بازار هست. خیلی وقتها این عبارت مصداق داره که جلوی ضرر رو از هر جا بگیریم منفعت هست. اگر ما متوجه شدیم که دیسراپت شدیم و هیچ کدوم از استراتژی هایی که گفتیم رو نمیتونیم به کار بگیریم، بهتره که با هزینه و زیان کمتری از بازار خارج بشیم. سلام و عرض ادب. در درس قبل ما راجع به بحث تهدیدهای عصر دیجیتال یا همون دیسراپشن و اختلاف صحبت کردیم، اما در این درس میخواییم از منظر روند انقلاب‌های صنعتی و فرصت‌هایی که میتونه انقلاب‌های صنعتی و به طور خاص انقلاب صنعتی چهارم برای ما پدید بیاره صحبت کنیم. برای اینکه با پدیده تحول دیجیتال و چیستی و چراییش بیشتر آشنا بشیم، باید انقلاب‌های صنعتی رو مورد بررسی قرار بدیم. بشر تا کنون چهار انقلاب صنعتی رو پشت سر گذاشته که برخلاف انقلاب‌های سیاسی دامنه تأثیر گسترده تری رو داشته. انقلاب صنعتی اول سال 1784 در واقع اواخر قرن 18 اتفاق افتاد. به واسطه اختراع موتور بخار بشر توانست توان مکانیکیش رو افزایش بده. تا قبل از انقلاب صنعتی اول بشر برای کار و تولید متکی به نیروی فیزیکی و مکانیکی خودش یا حیوانات اهلیش بود که در انقلاب صنعتی اول این محدودیت شکسته شد و بشر توانست از نیروی بخار استفاده کنه برای تولید و همینطور برای سفر کردن و حمل و نقل. اما انقلاب صنعتی بعد تقریبا 100 سال بعد در اواخر قرن 19 به وقوع پیوست به واسطه ایجاد خطوط انتقال نیرو، جایی بود که بشر توانست تولید رو رونق بده و خطوط تولید رو ایجاد کنه و تولید انبوه اتفاق افتاد. و 100 سال بعد از اون هم انقلاب صنعتی سوم که انقلاب IT بود به وقوع پیوست و جایی بود که کامپیوترها ورود کردن به کسب و کارها، نرم افزارهای کد کم توسعه پیدا کردند، اتوماسیون اتفاق افتاد، هر آنچه که ما از سیستم‌های ERP و MIS و سیستم‌های اطلاعاتی می‌شناسیم در این دوره شکل گرفت و نهایتاً ربات‌های تولیدی اینجا توسعه پیدا کرد. جالبه که انقلاب‌های اول و دوم و سوم تقریباً با هم 100 سال اختلاف دارن، اما انقلاب صنعتی چهارم حدود 50 سال بعد اتفاق افتاد در سال 2010-2011 و نمود اون تلفیق سیستم‌های فیزیکی سایبری بود. به عبارت دیگه ما در انقلاب صنعتی اول و دوم فضاهای فیزیکی رو در جهان توسعه دادیم و در انقلاب صنعتی سوم فضاهای سایبری.
در انقلاب صنعتی چهارم این دو فضا رو با همدیگر تلفیق میکنیم. اینجا تکنولوژی های شبیه اینترنت اشیا و یا کلاود کامپیوتینگ یا رایانش ابری نقش خیلی کلیدی دارن در تلفیق فضاها با هم دیگر. برای درک بهتر انقلاب های صنعتی و پارادایم های هر انقلاب و همینطور ارتباطش با تحول دیجیتال، این نمودار رو من خدمتتون پرزنت میکنم. ببینید این نمودار تعداد اختراعات بشر در گذر زمان هست و شما روی این نمودار میبینید که تقریبا از قرن 20 یا سال 1900 به بعد شیب این نمودار به صورت نمایی داره رشد میکنه. انقلاب های صنعتی رو من با این فلش ها روی نمودار براتون مشخص کردم. آنچه که از این نمودار ما میتوانیم استنتاج کنیم این است که ما اگر قبل از سال 1900 به دنیا میامدیم و زندگی میکردیم، تقریبا نسبت به اجداد و نیاکانمون نیازی نبود خیلی مهارت های جدیدی رو بیاموزیم یا کسب و کار متفاوتی رو ارائه بدیم. ولی از اونجا که شیب این نمودار نمایی شده در دوران ما، اینجاست که تغییرات چه در مهارت‌هایی که ما باید بیاموزیم چه در سمت سازمان‌ها به مراتب نیاز شدیدتر احساس میشه. نکته جالبی توی نمودار میخوام بهتون بگم این است که یک جایی اینجا سال 1903 برادران رایت توانستن هواپیما رو اختراع کنن، یعنی بشر 1900 سال قبلش پرواز نکرده بود و سال 1903 تونست پرواز کنه. از اونجا تا پا گذاشتن به روی ماه تقریبا 70 سال طول کشید. یعنی شیب نمودار نمایی رو شما میتونید اینجا درک کنید. اما چیزی که مهم هست در این نمودار و این اسلاید این هست که ما متناظر با هر انقلاب صنعتی یک پارادایمی در بازار داشتیم و یک پارادایمی در مدیریت. پارادایم به معنای تفکر حاکم در اون بازه زمانی هست. برای مثال در انقلاب صنعتی دوم که اتفاق افتاد، ما در حوزه بازاریابی و مارکتینگ پارادایم تولید انبوه رو داشتیم. یعنی یک کالا با تعداد زیادی تولید می‌شد و در اختیار کل بازار قرار می‌گرفت. و جالب اینجاست که شما اگر ادبیات متناظر اون دوران رو در مدیریت برید بررسی کنید، تئوری‌ها و روش‌ها و متدهایی که توسعه پیدا کرده همه در مورد مدیریت عملکرد و مدیریت کیفیت هست. به عبارت دیگه وقتی که ما در پارادایم تولید انبوه بودیم، بحث عملکرد و کیفیت خیلی مهم بود و مدیران روی این مباحث کار کرد. اما وقتی وارد انقلاب صنعتی سوم میشیم و آیتی میاد، پارادایم بازار ما میره به ماس کاستومیزیشن یا سفارشی سازی انبوه، یعنی محصولاتی که اینجا حالا دیگه برای یک سگمنت یا بخش بازار تهیه شدن. و جالب این هست که متناظر اون در ادبیات مدیریت ما بحث مدیریت استراتژیک رو داریم، یعنی اینجا رقابت داره زیاد میشه و کلمه استراتژیک که کلمه جنگی است وارد ادبیات مدیریت شده. عرصه کسب و کارها مشابه جنگ هست و اینجا بحث مدیریت استراتژیک مطرح میشه. و در انقلاب صنعتی چهارم که ما الان داریم اون رو تجربه می‌کنیم، پارادایم بازار چیزی است به نام فراتر از شخصی سازی، beyond personalization. ببینید سفارشی سازی انگلیسیش میشه customization، اینجا mass customization هست. یعنی شما برای یک قسمتی از بازار، یک سگمنت و بخشی از بازار محصولتون رو سفارشی سازی می‌کنید. اما اینجا در پارادایم انقلاب صنعتی چهارم بحث سفارشی سازی نیست، بحث شخصی سازی است و این به ازای هر یک فرد داره انجام میشه، یعنی اینجا پرسونالیزیشن مطرح هست. و ادبیات متناظر مدیریت رو ما بهش در این عصر تحول دیجیتال میگیم. به عبارت دیگه شما میتوانید از این سیر تکاملی استنتاج کنید که تحول دیجیتال برخلاف آنچه که اسمش نشون میده که راجع به تکنولوژی است، راجب استراتژیست، یعنی از نوادگان مدیریت استراتژی هست تحول دیجیتال. بنابراین جایگاهی در حوزه استراتژی داره. یک سناریوی فراتر از شخصی سازی چطور کار میکنه؟ شخصی سازی وقتی به تنهایی استفاده میشه به این معنی است که کاربر روش‌های مختلفی
تمایلات و خواسته هاش رو میگه و شرکت اینها رو شخصی سازی میکنه یا از مدل های سلف سرویس استفاده میکنه. اما واژه فراتر رو وقتی به کار میبریم، منظور اینجاست که دیگه کاربر یا مشتری صراحتا نیازهاش رو نمیگه، بلکه ما به واسطه تحلیل داده های مشتری محصولات و خدماتی رو براش ارائه میدیم که کاملا فراتر از اظهاراتش هست، حتی ممکنه اهداف پنهانش رو ما در این سناریو مورد هدف قرار بدیم.